مفلس همه شما موشکافم. آقا بنده امشب یک کف مرتب میزنم واسه جوامع ایرانیان که با کنوانسیون دبشی که برگزار کردن واقعا ترکوندن. چی رو ترکوندن؟ خب معلومه دیگه، زهره سیدعلی رو دیگه. همنشینی غرب با گروهک تروریستی منافقین در فرانسه. آمریکا برای رسیدن به اهداف خود همواره از این گروهک تروریستی حمایت کرده، تا جایی که نام آنها را از لیست تروریست ها خارج کرده است. اوه سیدعلی، تو گیرودار زهرخوری بد جوری به سود افتادی. ظریف با دک و پوز زهرمال رفته نشسته ور دل پنج به علاوه یک، بعد تو داری قپی ضد غربی میای. به زرقامی بگو همینجا کاتش کنه، وگرنه واسط گرون تموم میشه ها. این نشستی در منطقه تجاری لدفانس در حاشیه پاریس. میزبان تهمانده های گروهک تروریستی منافقین و دعوت شدگان هم برای سخنرانی، همنشینان دائمی این گروهک از آمریکا جان بولتون، فرانس تانسند و پاتریک کندی، از اتحادیه اروپا استیونسن و از فرانسه هم برنارد کوشنر. هدف این نشست براندازی و تغییر نظام با حمایت آمریکایی ها. سیدعلی لو دادی، وضع درام نظام رو لو دادی بابا، تا خط جیگری بود، حالا چی شده که دایره هم دورش میکشی و عکس گوگل هم نشون میدی؟ همه اینا یه طرف، گرد براندازی هم یه طرف. ظاهراً داستان همون داستان خودکشی از ترس مرگه. خب نتیجه بالاخره دوریالی بسیجی ها افتاد یا نه؟ بالاخره ما نفهمیدیم غربی ها به ویژه آمریکایی ها مشغول مبارزه با تروریست هستند و یا مشغول حمایت از تروریستند. هیچ کدوم مشغول مذاکره با پدرخوانده تروریست هستن. ببین اگه میخوای اصل قضیه رو بفهمی، یه سری به طویله مجلس بزن، گوشی درست و حسابی دستت میاد. زبانم در دهان باز بسته است، در تنگ قفس باز است و افسوس که مرغ، که بال مرغ آوازم شکسته است. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم میتراود، خیال ناشناسی آشنا رنگ، گهی میسوزدم گه میگدازد، پریشان سایه ای آشفته آهنگ ز مغزم میتراود گیج و گمراه. حقا که وضعیت ولی فقیه گیج و گمراه تو خوب بافتی به هم. اون شترمرغ شکست بال که ولی امر تو باشه، این روزا بد جوری گیره زرخوریه، هست و نیستشو داده، اما کشکم کف دستش نذاشتن. حال این سوال مطرح است که در گام نهایی چه چیزی را خواهیم گرفت و چه چیزی را خواهیم داد. اگر قرار است که مانند مرحله اول باشد که وا اسفا. بابا هنوز مونده، با اسفا رو وقتی باید بگی که بفهمی زمزمه مالیاتگیری از امپراتوری سیدعلی ورشکسته هم را افتاده. آیا هر روز سر هر موضوع از رهبری معظم استعلام خواهد شد؟ یعنی برای رهبری معظم ما تعیین تشریف مشخص میکنیم، ایشان را وارد مطالب ریز اقتصادی میکنیم، همکنون کمک های نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم و مظلوم سوریه صادر می شود، باید مالیات داد. همینه دیگه، ولی فقیه مفلسی که کارش به چنین فلاکتی کشیده، خب معلومه که وقتی خبر کنوانسیون جوامع ایرانی رو می شنوه هنگ می کنه و دراز به دراز می افته رو خط قرمزش. بعدم باید بخونه که در رفته کشه ولایت ما، با ویلا با ویلا.